دوستان گلم، به شری شو خوش آمدید. قبل از هر چیزی میخواستم از تک تک شما عزیزان تشکر کنم به خاطر کامنت های قشنگتون، به خاطر اینکه میید و سابسکرایب میکنید برنامه رو. من ازتون بسیار ممنون هستم. امروز منزل دوست عزیزم اعظم جون هستی. خیلی ممنون اعظم جون، ما رو دعوت کردی. اختیار دارین عزیزم، خودتو معرفی کن. لطف کردین، من اعظم هستم. خوشحالم که افتخار دادین امشب اومدیم پیش ما. قراره که من براتون دستور تهیه بیف استروگانوف رو توضیح بدم. چقدرم عالی، خیلی ایزی، راحت هست. امیدوارم که تهیه بکنین و نوش جان کنین و لذت ببرین. پس دوستان عزیزم، تا اعظم جون یه چای داغ برای ما ریخته، تا شما عزیزانم برای خودتون یه چای میریزید، ما میریم و برمیگردیم. بابا باشی شما. گفتی میخوای برامون بیف استراگانوف درست کنی، خیلی هم عالی، یکی از غذاهای مورد علاقه من بیف استراگانوفه. ببینم بیف استراگانوف از کجا میاد اصلا، میدونی اینو؟ والا واقعیتش تا جایی که من شنیدم یه غذای روسیه. بله. که به ایران و سایر نقاط جهانم به صف رفته و فوق‌العاده غذای لذیذیه، خیلی مورد استقبال واقع شده، معمولا همه دوست دارن. خب حالا بگو ببینم چی داره توش. مواد اصلیش البته اول از همه گوشته، که این گوشتو البته شما میتونین به صورت گوشت رون هست درسته بگیرین، بعد به صورت اسلایس های اینجوری باریک باریک بله خلال بشه. من البته این کار رو قبلا انجام دادم. بعد شما میتونین حالا به صورت آمادش هم هست، آمادش هم تهیه بکنین. بعد دوباره سیب زمینی خلال هست، که این سیب زمینی رو هم باز میتونین خودتون خلال تهیه بکنید یا میتونید آمادش رو بگیرید، هر جور که دوست داشته باشین. آرد داریم برای تهیه سسش، بعد قارچ اسلایس شده هست که این باز آپشن هست، میتونین با قارچ درست بکنین، میتونین بدون قارچ درست بکنین. پیاز داریم که برای به صورت خلال خورد بشه، برای سرخ کردن هست. بعد نمک و فلفل به اندازه لازم، روغن برای سرخ کردن پیازمون، کره برای تهیه سس سفید و زردچوبه به مقدار لازم، به اندازه یک قاشق مربا خوری، و همچنین مقداری پودر سیر به اندازه یک قاشق مربا خوری. بعد شیر و کریم که اینها باز برای تهیه سسمون هست. بعد اون سالاد اونجا بله. خب این برای این اسپشال برای شما ساید. آره خب. توضیح بدم. بله حتما. این سالاد فنل هست. بله. که من خودم خیلی دوستش دارم. چند وقت پیش منزل یکی از دوستان بودم، اونجا خوردم و بسیار برام لذیذ بود. آره خیلی خوشمزه است. فنل رو البته من چون خوردش کردم، قسمت بالای فنل رو به صورت برش‌های خیلی نازک، شبیه شیبید میمونه، پایینش بله، ولی یه عطر خاص خودشو داره، ما تو ایران بهش میگیم رازیانه. بله به به، خیلی خوش بود. بله. بعد قسمت بالاش که به حساب مثل حالت ساقه کرفس میمونه، اسلایس‌های بسیار ریز خورد میشه. بعد سبزیش گشنیز هست. بله. که یه دسته گشنیز هم بسیار خوب شده با این قاطی شده، به اضافه یه دونه پیاز کوچیک ولی پیاز قرمز. بعد بهش نمک و فلفل میزنیم و میتونین لیمون پپر بزنین، لیموی ترش به صورت، حالا اینجا انجام میدیم، به صورت اسلایس های بسیار ریز خورد میشه و بعد با این میکس میشه. پس آبش رو نمیریزیم؟ میتونیم آب لیمو هم، من میریزم همیشه. آها. یه مقدار آب لیمو، ولی بیشتر باید خود لیمو باشه که هم عطر پوست لیمو رو داره و هم طعم لیمو رو. روغن زیتون اینا هم میزنی؟ روغن زیتون بعد میزنم. فقط روغن زیتون و لیمو به اضافه حالا نمک و فلفل. خیلی و لیمون پپر. بریم خب اول با چی شروع میکنیم؟ اول پیازمون رو اسلایس میکنیم که بتونیم تفتش بدیم. فقط گریه ما رو تو رو خدا در نمیاد. آره من خودم هم همینجوری هم متاسفانه اشکم در میاد همیشه، برای این قسمتش کمک میگیرم. میخوای من کمکت کنم؟ نه منظورم همسرمه. حالا
چون من کجایی بود و بیا بهش بگیم که بیاد خلاصه این پیازا رو برای ما اسلایس بکنه که ما اشکمون در نیاد. اینا باید به صورت خلال و بسیار نازک خورد بشه. راستی عزم جون چه ویوی قشنگی داری. شما در کنار اقیانوس آرامم زندگی میکنی و پاسیفیک اوشن و واقعا هم زیباست. مرسی عزیزم. آره منم خودم خیلی آرامش دارم توی این فضا، بسیار محیط آروم و خیلی به درد تعطیلات میخوره که تشریف بیاری. من از این بعد خواستم بیام تعطیلات میام اینجا. البته اومدم قبلا. بله خواهش میکنم. بله بسیار هم عالی. خب این پیازا که خرد شد، حالا آماده است که بریزیمش توی مایتابه برای سرخ شدن. امروز من کمک آشپزم، هر کاری خواستی من میتونم بکنم. خب فعلا روغن رو اضافه میریزیم توی مایتابه که بعد یه مقداری که گرم شد روغنم به اندازه لازم میریزیم. به اندازه لازم. این یه مقداری سلیقه‌ایه، من خودم خیلی زیاد غذا رو چرب دوست ندارم، ولی خب هر کسی میتونه این مقدار روغنش رو با توجه به سلیقه‌اش تغییر بده. بسیار هم. بعد دیگه پیاز رو بهش اضافه میکنیم که میریزیم توی مایتابه برای سرخ شدن. پیازو به صورت طلایی خیلی زیاد سرخش نمی‌کنیم که رنگش تیره بشه. یه مقداری که طلایی شد حالت شفاف پیدا بکنه، بعد گوشت رو بهش اضافه می‌کنیم که با گوشت تفت داده بشه و من معمولاً سعی می‌کنم که گوشت رو با همون میزان آب خود گوشت و پیاز پخته بشه. معمولاً چقدر طول می‌کشه این غذا پخته شه؟ زیر یک ساعت آماده است. 45 دقیقه حدودا. بله بسیار عالی. البته اینجا خودتون میدونین دیگه، به خاطر اینکه کنار آب هست یه مقداری کلا غذاها زودتر آماده میشه. تو بعضی از مناطق دیرتر، ولی اینجا ما همه غذاهامون خیلی زود پخته میشه خوشبختانه. خب دوستان عزم جون که میبینید بسیار هنرمنده، میگم از هر انگشت هر کسی یه هنر میباره. عزم جون ما هم همینطوره، حالا دیگه از هر انگشتش یک هنر میباره برای همین داری. ولی یک ترچین خیلی خوشمزهی درست میکنه که قراره بیایم حتما برای من قولشو گرفتم من ازش. حتما چرا که نه. شما البته خیلی لطف دارین، ولی خب به هر حال مرسی. آره عزیزم. خب پیازمون هم الان به اندازه کافی تفت داده شده. بله، زردچوبه لازمه رو بهش اضافه میکنیم. بسیار چون خالی. این برای گوشتمون که داره سرخ میشه خیلی لازمه که داشته باشه طعم گوشت رو. بوی زخمه تو دقیقاً. بله. بذار من گوشتم برات بیارم. الان دیگه گوشتمون هم اضافه میکنیم. بله مرسی. چه خوشگل و ایونلی اینا کات شده. بخوام واقعا صادق باشم باهاتون، این گوشتا رو همه رو رامین کمکم خود کرده. دستش درد نکنه. آره من هیچ وقت نمیتونم اینقدر یک نواخت گوشتا رو خود کنم. پس برای آقا رامینم تبلیغات کردی دیگه. چیکار کنم دیگه، زحمت کشیده باید قدردانی کرد. بسیار هم عالی. آره خیلی خوب کار کرده. آره دستش درد نکنه. خب اینا رو یه مقداری همینطور هم میزنیم تا قشنگ همه جاش آغشته بشه به روغن و پیاز داغ. بعد من معمولا درشو میذارم، هر از گاهی یه بار یه هم میزنم و میذارم دوباره با همین آب خود گوشت و پیاز میپزه. حالا اگه یه موقع شماها احساس کردین که لازمه میتونین به اندازه یه نصف استکان یا یه نصف فنجون بهش آب بریزیم، ولی من معمولا این کارو نمیکنم، آب نمیریزم توش. بعد شعلهش بعد چقدر بشه؟ خیلی کم. شعله رو کم میکنم. بله. اول که داره تفت داده میشه نه شعله کم نیست، مدیوم هست، ولی بعد که حالت پخته شده گرم پیدا کردیم دیگه داغ شد، حرارت به همه جا رسید، بعد چیز میکنیم شعله رو کم میکنیم که این با آب خود گوشت بپزه. بسیار هم عالی. میگم عزم جون چه صدای رادیویی داری تو. آره حتما چیز کنم که بیای تو تلویزیون ما یه برنامه ویژه خودتو داشته باشی. آره دیگه من دوستی مثل تو داشته باشم دیگه کارم درست. مرسی. و
نه واقعا صدات قشنگه. قربونت برم. شما لطف داری عزیزم. خب پس حالا بریم مرحله سالاد رو به ما یه توضیح بده، بعد اون لیموهاشو که میخوای خرد کنی. بله. آره. برای خرد کردن لیمو البته این تخته رو میاریم که بتونیم بذاریم روش لیموها رو خرد بکنیم. این که گفتم فنل هست. بله. قبلا آلردی خرد شده به صورت اسلایس‌های بسیار نازک ببخشید. بعد این لیمو رو باید خیلی به صورت اسلایس‌های خیلی نازک. ما گفتی آبش هم می‌ریزید. آره یه دونه لیمو یا یه نصف لیمو حالا بستگی داره خرد می‌کنیم. بعد این ترش هم می‌زنی؟ بله اینو می‌ذاریم کنار. این ورش هم همینطور. بله بسیار عالی. بعد حالا اینا رو هم اگه دوست داشته باشین بعضیا مثلا میتونین یه موقع اینا رو یک درمیون هم پوست بگیریم که کمتر دیزاین داشته باشه. دیده نمیشه ولی من خودم اینو دوست دارم. حالا بعضیا ممکنه فکر کنن که تلخ میشه برای اینکه مقدار کمتری پوست لیمو داخل سالاد باشه میتونیم این کار هم بکنیم که این یه مقداری پوست لیمو رو کم میکنه. حالا اگه کسی دوست داشته باشه کل پوست لیمو رو بکنه میتونه؟ میشه آره منتها دیگه اون عطر پوست رو نداره. بعد اینا رو الان به صورت اسلایس های بسیار نازک به این صورت در میاریم. بعد این لیموهای اسلایس شده رو به سالادمون اضافه میکنیم. مخلوطش میکنیم که به همه قسمتاش پخش بشه. بعد تو همین مرحله نمک و فلفل و نمک و فلفل و روغن زیتون رو الان میتونم. البته خیلی ها این سالاد رو به خاطر اینکه یه مقداری فنر حالت سفتی رو داره ترجیح میدن که یه چند ساعت قبل از اینکه بخوان استفاده کنن بخورن درستش کنن که یه مقداری حالت یعنی اون سس رو جذب بکنه یه مقداری نرمتر بشه. فلفل بهش میزنیم. از همین فلفل من میزنم و یه مقداری هم نمک و روغن زیتون. بسیار هم عالی. و این گشنیزی هم که توش زدی خیلی بوی خیلی آره گشنیز خیلی بوی خوبی داره. اینم نمکشه که یه مقداری نمکه. البته من نمک هیمالیا استفاده میکنم برای سلامتی هم بهتره. شما حسن خانم خب نمک و فلفل و روغن زیتون. روغن زیتون. روغن زیتونش هم بزنم. بعد میذاری که توش مرینیت بشه قشنگ اینا میکس بشه که تو جذبش بره. بله الان این روغن زیتونش هم اضافه میکنیم. بعد میذاریم معمولا من دو تا به این قاشق میشه دو تا قاشق غذا خوریم. این یه دونه فلفل هست این که من درست کردم. دیگه چیز دیگه لازم نداره. خیلی هم خوب و سالاد بسیار خوشمزه ایه. خب حالا یه مقدار کوچولوی روغن میریزیم و قارچمون رو تفت میدیم که آبش بله. گرفته بشه چون قارچ اگه آب داشته باشه طعم غذا زیاد جالب نمیشه. یه تفت کوچیک میدیم که آبش گرفته بشه. وقتی که آبش گرفته شد بله بعد به مایه گوشتمون اینو اضافهش میکنیم. خب الان میخوایم سس سفید بیف استروگانوف رو درست کنیم. گاز رو روشن میکنم. بعد کره رو میندازم توی این قابلمه ببخشید ظرف مخصوص تهیه سس سفید. بله. بعد آردمون رو بهش اضافه میکنم. یه مقداری صبر میکنم تا کره یه مقداری خودشو به قول معروف گرم بشه آب بشه. بله حالا خیلی زیادم نشد اشکالی نداره. آرد رو اضافه میکنیم. آرد لازم نیست تغییر رنگ پیدا کنه. من فقط برای این کارو میکنم که یه خورده اون طعم چیه بوی خامی بله بوی خامی آرد گرفته بشه. یه کمی که تفت داده شد بعد بهش شیر رو اضافه میکنیم. این شیر بله این همون یه پیمونه شیرمون هست که کم کم به آردمون اضافه میکنیم. و برای اینکه
خیلی این سافت بشه، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که با ویسک اینو همش بزنیم. بله. خیلی راحت تره. بله، با این هم زن. بله. با شعله کم میذاریم روی گاز بمونه تا یه مقداری غلیظ بشه، اون غلظت خودش رو پیدا کنه. بعد این نمک و فلفل هم میتونیم؟ نمک و فلفل رو بعد از اینکه اون حالت غلیظی رو پیدا کرد میتونیم بزنیم یا الان، فرقی نمیکنه. بله، بعد بهش اضافه بشه. خب میخوای شری جون شما یه ذره اینو هم بزنین یا اینکه نمک و فلفل؟ بله چش. خب این نمکمونه، و اینم فلفل. من چشم افتاد به این کیکی که درست کردی. اون واسه دسره، برای شماست. بچه‌ای من آوردی واسونی. خب دستت درد نکنه. بفرما. مرسی عزیزم. دیگه خیلی خوشمزه میشه دیگه. حتما همینطور. من به همه سرم. خب این یه کوچولو میذاریم بمونه که یه دوتا جوش بزنه که غلیظ بشه. بعد بساب آماده استفاده برای مرحله آخر غذامون. این الان کاملا سفت شده. بعد خاموشش میکنیم و در این مرحله کریم یا خاممون رو بهش اضافه میکنیم. حالا به مقداری که لازم هست. من یه مقداری میریزم، اگه لازم شد دوباره میتونم اضافه بهش اضافه کنم، ولی فعلا فکر میکنم همینقدر کافی باشه. خب وقتی که قارچمون رو تف دادیم و آبش کشیده شد، وقت میتونیم این سس سفیدمون رو به قارچمون اضافه بکنیم. بله. آماده است. بعد موقعی که میخواییم غذا رو سرو بکنیم توی ظرف سرومون که گوشتمون رو ریختیم، اینم به روش میریزیم. آره، و به هم میزنیم. چقدرم خوب. آره، این الان آماده است. بله. من میتونم سسم رو بهش اضافه بکنم. در این مرحله اگه وقتی دیدی سس مثلا یکم سفت بود میتونی میتونیم یه مقداری دیگه اگه خواستیم از همون کرم یا خامه کریم، آره، یا خامه بهش اضافه بکنیم، ولی این الان خوب بود، مال ما غلظتش خوبه. من دیگه اونو خاموش کردم. خب این سسمون الان آماده است با قارچ. خب من فکر کنم بله، این دیگه آماده شده. چقدر خوشگل و لذیذ. آبش تقریبا کشیده شده تو این مرحله. دیگه به روغن افتاده دیگه. بله. دیگه اون یه مقدار لازم داره که داشته باشه. و اصلا هم هیچ آبی ما اضافه نکردیم، خود آب گوشت و پیاز. اینجا این سس رو بهش اضافه میکنیم و بعد یه مقدارش رو من میریزم، یه مقدارش هم میذارم روی ظرفم. این الان یعنی برای تزیین روش؟ برای روش. بله. ببخشی اینو یه مقدارش رو هم میزنیم، بعد میریزیم توی ظرفمون که میخواییم سروش بکنیم، بقیهش هم روش بریزم. خب تموم شد یعنی؟ بله. این آماده است، میره چقدر توی خوب ظرفمون. در واقع 45 دقیقه طول کشید که بله، آماده بشه. خیلی هم عالی. چه ظرف خوشگلی. ببخشید، حالا اینم من اضافه میکنم آن تاپش، بقیه سسمونو. به به. دیگه اینو مخلوط نمی کنی؟ این تزئینی؟ این تزئینشه، ولی خب حالا بعدم وقتی که میخواییم بکشیم خود به خود میاد دیگه. بله، مخلوط میشه. بله. حالا سیب زمینی های خلال رو هم آن تاپ میریزیم روش. اینم باز بستگی داره که حالا چقدر دوست داشته باشین، کم و زیادش رو خودتون میتونید تنظیم بکنید. به به، از اندونج
چی کار کردی بفرمایید. بیف استراگانوف اعظم جون که به سبک خودش درست کرده، خیلی هم عالی، بسیارم خوب آموزش دادی. خب دوستان، همونجور که دیدید بسیار راحت درست کردنش، حتما درست کنید و عکسش هم برای ما بفرستید که من و اعظم جون میخواییم ببینیم شماها چطوری درست کردید. خب یه مقداری برات بریزم تستش بکن اول، ببین چطوریه. مرسی. بعد دوباره ادامه میدیم. این هم برای من. یه مقدارم از این هاست. سالاد هم برام میریزید؟ حتما عزیزم، سالادم برات بذارم. مرسی، سالاد خوشمزه. به بس بس، مرسی مرسی. این برای شما. برای خودت هم بریز. من یک کمی از این سسش برای خودم بریزم. به به، چه قشنگ این گوشت و قارچ و همه چیز و سیب زمینی های خلال شده دهن من آب افتاد. نوش جونت عزیزم. حالا یکم مزه کنیم این مزهش چی شده. خب چیرز. چیرز. او یا آلی یام. خیلی خوشمزه. واقعا عالی، خیلی عالی. نوشه جان از این سالادم بخورم. اعظم جون خیلی تبلیغشو کرد. آره این سالاد من خیلی دوست دارم. عطر لیموشو حس میکنی؟ او مای گاد، آره خیلی خیلی عالیه. خب دوستان واقعا غذای لذیذیه، درست کنیم با این سالادم درست کنیم که اعظم جون واقعا آموزش دوتاشون رو به ما به خوبی داد و حتما درست کنیم برای خودتون. عکس بگیرید برای من اعظم جون بفرستید. ولی سلامتی اعظم جون، به سلامتی خودت که انقدر دستپخت خوبی داری و با امید دیدار روز روزگارتون خوش. Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.